فصل بیست آنگاه ایسا به مردم و شاگردان خود گفت چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسا نشستن شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید اما از اعمال آنان پیروی نکنید زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند هر چه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهنتر میسازند آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند اما شما نباید استاد خوانده شوید زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید و هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر آسمانی و نباید پیشوا خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح هست. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم میبندید خودتان وارد نمیشوید و دیگران را هم که میخواهند وارد شوند باز میدارید وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مال بیوه زنان را می بلید و حال آنکه محض خودنمایی نماز خود را طول می دهید، به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما دریا و خشکی را طی کنی تا کسی را پیدا کنی که دین شما را بپذیرد و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. وای بر شما ای راهنمایان کور شما میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست اما اگر به طلاهای سو، معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند ای احمقان و ای کوران کدام مهمتر است طلا یا معبد که طلا را تقدیس میکند شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگن بخورد موظف است به آن عمل کند ای کوران کدام مهمتر است هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس می کند؟ کسی که به قربانگاه سوگن یاد می کند به آن و به هرچه بر روی آن است سوگن میخورد و کسی که به معبد سوگن میخورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگن خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگن بخورد به تخت خدا و آن کس که بر آن می نشیند سوگن خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام قفلت نکنید. ای راهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شطر را می بلید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد شد. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مثل مقبرهای سفید شده ای هستید که ظاهر زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوانهای مردگان و انواع کسافات است شما هم همینطور ظاهرا مردمانی درست کار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مقبره های پیغمبران را میسازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزئین می کنید و میگویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قطع رسانیدن. پس بروید وانچرا که پدرانتان شروع کردن به اتمام رسانید. ای ماران، ای عفیزادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما میفرستم اما شما بعضی را میکشید و مصلوب میکنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه میزنید و شهر به شهر میرانید و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید در حقیقت به شما میگویم گناه تمام این کارها به گردن این نست خواهد بود ای اورشلیم ای اورشلیم ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی چه بسیار اوقاتی که آرزو می کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پروبال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند میآید